از مال مردم، از جان مردم، از نوامیس مردم دفاع کردن وجیبه یک حکومت است. نمیتونی؟ الهیش بده. نمیتونی الهی کن. یه قاعده است. در سر فرق ما میشینی، قبولت کرده. نظام جور کردن با خلاف قوانین افغانستان. ثبوتاش کردن سیستم افغانستان را. امید افغان ها را تباه و بربار کردن شما دو خبیثا. گفتم صحیح. یک نفر عزیزم تو رو با خدا میانم بگویم، یک دونه رای جعلی را کسی پرده باید محکوم شود یا نشود؟ یک رای جعلی پرتی به هزارها و لکها رای جعلی را دویتان انداختیم، ولی ملت مظلوم کن که بلد از سرش مداد شما احمقا بشین هرچی که میکنیم باز اردویتان قبول کرده با دبین خود جورم نمیاد. هر روز یک جنجال است، هر روز یک سیستم است. سقوط کرده این نظام قبول هم نمی کند. می امنیتی در کل سیستم در اداره ببینی مفت کرده مردم می شیند. پولیس ما ایران مانده، اردو ایران مانده، دکتر ایران مانده، معلم ایران مانده، کل اگه ایران من گیج شده و یا گپ خدا دارد. چی؟ تا کدام وقت؟ تا کدام وقتی حالت شد؟ پس بنان عزیزم ما آواز خدا باید بکشیم. ما تا دارم ما خو میگم که مرد بر اردویش بوده باشد، به طالبش هم مرد بوده باشد، به حکومت مزدورش هم مرد بوده باشد. این ملت مظلوم ولی اگه ایش قبول کنه ولی اگه ایش قبول کنه، دو دانه احمق با هم یک جا شده تباه و برباد ملت مظلوم افغانستان کرد. بیوه و مظلوم ما را تکت تکت کرد. نمیفهم که او چی میخواه، نمیفهم که او چی میخواه. این طرف هم به انسان های بی مسئولیت، به انسان های بی هویت، به انسان های بی شخصیت نظام ما داده و در بین خود باید بجنگه. چوکی ها را باید تقسیم بکنه، ولایت ها را باید تقسیم بکنه، ولی رمیه را که اصلا اصالت ندارد، اصلا مفهوم ندارد. پس به الله رجوع بکنه خدا این دو مرد اصلاح بگردن، ورنه خدا گمش کنه بکنه. این ملت ما را برباد کرده. والله استادا شما یقین داشته باشین، یک تعدادی کسایی که در روز شهید شدم، چون مثال یک دفعه قندوز می رفتم بود درس تفسیر می دادم و در اوجا شناخت داشتم، میشناختمش، میششتم امرایش و شهید شدن، شهید شدن. سبحان الله، کسی خبر نیست و صدها نفر شهید شده در داخل خانهش دفن نشده، همون جا هستن. دیروز دکترها را در فاتحهش رفتیم، دل انسان تکت تکت شد. اینا تو یک وضعیت داریم. خداوند متعال سر ما و شما رحم بکنه، الله سر ما و شما رحم بکنه. بدان عزیزایم آن چیز که به واسطه به دل ما می شود اختیار ماست، دو چیز است. یک نکته می را عرض کردم که هر کسی که خانه داره به خاطر خدا خانه تان را بر ما بگوین تا یک تعداد برادر را در خانه شما جای بتیم و در اوجا با امن و با سعی زندگی بکنیم. یک این مسئولیت شرعی است. کسی که نمی تا گناهگار است، دقیق شدیم؟ یعنی به اختیار خودت نیستی. کسی که اضافه خانه داره و برای مرد مهاجر جای نمی داد گناهگار است. این مسئولیت شرعی. دو، هر کسی که توان داره و پول داره از این کده بهترتر وقتش نیست، باید به مردم مستضعف و بیچاره مساعدت بکنه و باید این کار بکنه. این گپ دیگه. گپ سوم، این اردویش ما به اردویش مرگ میگیم، به این طرف به نظام بیمسئول، نظامی که اصلا مسئولیت نمیگیره و نمیفهمند که چی بکنه، به این نظام هم میگیم تو کجا هستی؟ چی میکنی؟ ما خود نمیفهمم. کدام طرف روان هستیم؟ کدام طرف سوخ میکنه؟ چرا با مردم جوابگو نیستیم؟ چرا مردم جواب نه؟ نمیتونین؟ نمیتونین علاج کنین؟ خاصان است که میخواییم بکن خود این کار رو بکن، این کار، اینی آواز بلند کنین. هر قدر که ما سکوت میکنیم خیالش نه که هیچ گپی نیست. نه، سکوت تا یک روز، دو روز، سه روز، هر روز، هر روز کشته شده، هر روز ناامنی اضافه شدن، اضافه شدن، اضافه شدن. حالا در کجا خواهی بریم؟ میخواییم که بازم دیروز کابل داشته باشیم. خداوند متعال سر ما شما رحم بکنه، توفیق مزید عبادت و الله نصیب بکنه. تقاضای سومم امی بود که به خاطر خدا امشب بخیزیم، به خاطر خدا. و این حدیث رسول علیه السلام را سر لوحیتان قرار بدین، بخیزین به الله التجا کنین، تو به خدا در کشور ما امن بیار،
خدای دیگرا خو می خواهد که در کشور ما ناامنی باشد. هر روز ملت افغان خون بدهد، هر روز ملت افغان معیوب بدهد، هر روز ملت افغان بیوه داشته باشد، هر روز ملت افغان یتیم داشته باشد. دیگرها به کشتن ما خوش میشن، هر کسی که از خوش میشن، زیرا یتیم و بیوش بر ما میماند. خدای ما را در کشور ما امن بیار، در کشور ما استقرار را بیار، در کشور ما صلح را بیار. خدای تو مقلب القلوب است، قلبهای ما را به طرف خودت برگردان. خدای تو سر ما رحم بکن. خدای در رضای تو راجو میکنیم، تو ما را ببخش. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك واتوب الیک.